در ادامه بحث پروتکل مسیریابی ریپ و پیاده سازی اون، در این ویدیو میخوام به 4 تا مطلب بپردازم که خصوصیت این 4 تا مطلب اینه که تو همه پروتکل های مسیریابی مفهوم های مشابه وجود داره. چه بخوای بری توی ERGRP، چه بخوای بری توی OSPF، چه بخوای بری توی ISIS، اما ممکنه شیوه پیاده سازی متفاوت باشه. برای همین یادگیری مفاهیم خیلی میتونه به ما کمک بکنه که تو پروتکل‌های بعدی کارمون سریع‌تر پیش بره. اولین چیزی که میخوام بگم بحثی به اسم پسیو اینترفیس. من چهار تا بحث رو عنوانش رو بنویسم. یکی پسیو اینترفیس رو میخوام در موردش صحبت کنم. یکی لود شیرینگ رو میخوام در موردش صحبت کنم. یکی administrative distance رو میخوام در موردش صحبت کنم. یکم دیفالت ادورتیزمنت رو میخوام در موردش صحبت کنم. این 4 تا بحثیه که من علاقمندم که اگه بشه تو این بحث بهش پرداخته بشه. توی ویدیو قبل من گفتم که اگه شما بیاید و نتورک 10 رو روی این روتر فعال بکنید، هم این اینترفیس روش پروتکل ریپ فعال میشه، هم این اینترفیس روش پروتکل ریپ فعال میشه. و اگر حالا بخواید یکیشو فعال نکنید چیکار باید بکنید؟ مثلا میخواید اینشو فعال، این اینترفیس رو فعال نکنید، شما مجبورید جلوی دستور نتورک آدرس کلاس فول بدید. اما با روش پسیو اینترفیس میتونید این کار رو انجام بدید. مثال دیگه، الان توی بابل سر شما میخواید با دستور نتورک 4.0 مثلا شبیه این اومدید همه لینکاشو گفتید توش ریپ فعال بشه، بعد حالا میخواید بگید روی لوپ بکش ریپ فعال نشه، یعنی پسیوش میکنیم، کافیه پسیوش بکنیم. پسیو کردن دقیقا چی کار میکنه؟ این رو خوب بهش توجه بکنید. ما اگه یادتون باشه گفتیم با دستور نتورک 3 تا کار اتفاق میفته. وقتی اینترفیس رو فعال میکنه روش آپدیت روتین پروتکل ارسال میشه، آپدیت های دریافتی روی اینترفیس پروسس میشه و نتورک اون اینترفیس توی آپدیت های پروتکل ارسال خواهد شد. شما وقتی اینترفیس رو پسیو میکنید دیگه رو اون اینترفیس آپدیت ارسال نمیشه، دیگه آپدیت های دریافتی رو اون اینترفیس پروسس نمیشه، اما این سومیه سر جاش میمونه، یعنی نتورک اون اینترفیس همچنان ارسال میشه. یعنی اگر من لوپ بک رو پسیو کنم اتفاقا خوبه پسیو کنم. چرا؟ به خاطر اینکه اونور لوپ بک دیگه همسایه‌ای وجود نداره. برای چی من ادورتایز کنم روتینگ آپدیت رو لوپ بک؟ دیدی سند میکرد رو لوپ بک دیگه، برای چی سند کنه؟ چیزی دیگه ریسیو نمیکنه که بخواد پروسس کنه. اما همچنان میخوایم نتورکش رو روی لینک سریال 1.0 ادورتایز بکنیم که بقیه یاد بگیرن مسیرش رو. پس کافی لوپ بک رو پسیوش کنیم. پس این با این تعریفی که از پسیو کردم، 2 تا کاربرد داره پسیو. کاربرد اولش اینه که شما با دستور نتورک سی اینترفیس ها تو پروتکل فعال میکنید، بعد میخواید یکیشو غیر فعال کنید با پسیو غیر فعال میکنید. کاربرد دومش اینه که دوستان همیشه اینترفیس های انتهایی، اینترفیس هایی که اون ورش دیگه روتری وجود نداره رو پسیو کنید که دیگه روش آپدیت ارسال نشه. بنابراین من میام اینجا وسط تو شیرات که قبلا نتورک 4.0 زده بودم، اگه حضور ذهن داشته باشید، شو رانینگ کانفیگ سکشن روتر ریپ. دوستان با این شیوه میتونید بخش خاصی از کانفیگتون رو ببینید، لازم نیست که همه کانفیگ رو با شو رانینگ کانفیگ ببینید. سکشن روتر ریپ نتورک 4.0 داده بودم، یعنی همه اینترفیسش فعاله. حالا میام میگم اینترفیس لوپ بکش رو پسیو کن. دوستان من قبل از اینکه پسیو کنم میگم دیباگ آی پی ریپ. ببینید که لوپ بک هم الان آپدیت های ریپ ارسال میشه، بعدش من پسیو میکنم. حتی برای پسیو کردن نباید خود اینترفیس هم بریم، باید فکر کنم توی روتر ریپ پسیوش کنیم. حالا بذارین آپدیت روی لوپ بک ارسال بشه. این ریسیو رو سریال 1.0، این سند روی سریال 1.0، و
الان لوپبک هم باید روش قاعدتاً آپدیت های ریپ ارسال بشه که کار بیفایده ایه ولی ارسال میشه. تایمر های هر اینترفیس هم جداست، میکنه هر اینترفیس هر 30 ثانیه یه بار آپدیت ارسال میکنه و تایمرهاشون هم هیچ ربطی به هم دیگه نداره. جالبه که چرا ارسال نمیکنه. تو تهران هم ببینم دیباگ آی پی ریپ ریسیو سریال 10 اینجا ریسیو سریال 10 شیراز هم لوپ بک گذاشتیم برای شو آی پی اینترفیس بریف لوپ بکش آدانه شات داون کرده بودیم توی تستی که داشتیم انجام میدادیم نو شات داون. خب اینجا ببینید الان اینجا رو لوپ بک صفر داره سند میکنه. حالا نگاه کنیم میام میاد تو روتر ریپ میگه پسیو اینترفیس لوپ بک صفر. یا میام اینجا نگاه کنیم الان روی لوپ بک صفر داره سند میکنه. حالا میام میگم چی؟ روتر ریپ پسیو اینترفیس لوپ بک صفر. همیشه پیشنهاد میشه اینترفیس های انتهایی رو پسیو کنید. دیگه ارسال نمیشه روی لوپ بک. دیگه چیزی روی لوپ بک صفر ارسال یه چند ثانیه صبر کنیم تا مطمئن بشیم. بعد تکرار شد دیگه کن سریال یک سر دوباره سریال یک سر تکرار شد ولی دیدیم روی لوپ بک چیزی ارسال نشد.